אוקיי, בשם השם נעשה ונצליח, המושקע הרשות מה, אבל רגע באמונה סובעת, מכן מוכם סביר למסע תהילים, גופתים כה, אתמען אמרוז אחרים, מסלה קסמטה שגופתים כה, תוין כתב, כתב Praying with Fire, Volume 2, هشتا استراتژی مختلف اینجا بیان میکنن برای این که آدم بتونه ایمان خودش را قوی بکنه و گفتیم که تمام 613 فرمان خلاصش تو یک مصواست و اون که نوید میفرماید صدیق به اموناتو ایخیه ایمان به حق دشمرخو ایمان به خداوند متعال هر نفس هر قدم این چیزیه که اصاره تمام فرامین ترتمان باشست و یادتونه گفتیم در ابتدای این جلسات گفتیم که همونطور که آدم ماهیچه‌هاشو نمیتونه فقط بشینه تو اتاق بگه میخوام ماهیچه داشته باشم بعد اکسرسایز بکنه تا به سلام تا ماسل پرورش بده این هم همینه امونه هم اینو با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه ما اینجا امروز اینجا دورش میکنیم هفتش رو گفتیم و امروز هم به ذراتشون سر آخرینش که به نظر بنده شاید از همش یکی از مهمتریناشه این به سلام همش رو بنده خیلی سریع دوره میکنم عرض کردیم این که آدم اولین اکسرسایز اینه که مرتب ورد زبانش باشه باروخ هشم و این باروخ هشم گفتن به عزت هشم تشکر از خودش برو خوب و هر کاری که میخواد بکنه بگی با کمک هشم به عزت هشم گفتیم امنتی که ادبر که دیبور صحبت کردن با امونا چیزی که ایمان آدم رو قوی میکنه همندی که آدم بره دومیش چی بود؟ دومیش بود که آدم استادی بکنه راجبه Reflect on the wonders of creation به عجایب خلقت آدم نگاه بکنه چجوری عقلش بره خوب تمام این کهکشان ها همه اینها رو میدونین دقیق هشم اداره میکنه right. سومیش contemplate the miraculous human body رجوب نیبساری اخزه لوکس صحبت میکردیم و جایبی که خداوند هر روز نیسته خاشو به خود یوم معجزات الهی که هر روز با ماست تو بدن خودمون یادتون I can't get beyond, you know, over that که گفتیم یادتون گفتیم تو بدن ما چند هزار مایل رگ و موی رگ اینا وجود داره؟ 60,000 مایل 60,000 مایل میدید چقدر 60,000 مایل از اینجا تا نیویورک چقدره؟ 3,000-4,000 مایل 3,000 مایل 60,000 مایل تو بدن هر کدوم اینا داوید امینه خود تهیلی میگه یه آدم بیقار یه آدمی که جان ارزش خودشو نمیدونه مثل حیوانه آدمی که نمیدونه واقف نیست تمام این عجایبی که تو بدن ماست 60,000 رگ و موی رگ که اینها میشه بیلیون ها چیزن بیلیون ها بیلیونز بیلیون ها رگ و تا موی رگ های نازک تو بدن ما هست این فقط یک نمونه شه بنابراین این فرمایان contemplate the miraculous human body اون مفلیل اصد اون عجایبی که هشم در بدن ما تعبیه کرده اینا چیزی که امونه های دم قوی میکنه مرتب بعدش perform acts of بیتاخون گفتیم دادن با بیتاخون عمل کردنه با توکل به عقابش برخیم دو زندگیش میدیریم با بیتاخون وقتی استرام نگرانی داره بگه من توی این اومدم نشه من بزرگ توی این دنیا to try my best من میخوام طبق حلاخات طبق تورا باید افرت سر و کوشش رو میکنم بقیهش توکل برشه هرچی خیلی پیش بیاد right. یعنی to live this is living with بیتاخون دیگه چیه گفتیم که strengthen prayer گفتیم تفیلا تفیلا خوندن واسه چیز کوچیک و بزرگ یادتونه گفتیم هیچ nothing is too small nothing is too big تفیلای مرتب به درگاه هشم با هشم صحبت کردن constantly این چیزی که امونا رو قوی میکنه همینطور گفتیم آمن جواب دادن آمن میگن خیلی توش به قبلا این هم هست وقتی هم آمن با کبالا میگه این چیزی که آمن از امونا میاد وقتی هم میدونی رو چی داره آمن میگه آمن یعنی چی اینا چیزایی که میتونه امونا ایمان ما را مرتب تقویت بکنه ویتامین اموناس اینا هفتمیش اون هفته صحبت کردیم
شبات گفتیم شبات رو درست نگه داشتن و پریپر کردن برای شبات. شبات اعتقاد ما رو، ایمان ما رو به آفرینش، اینکه خداوند این دنیا رو در 6 روز آفریده و همینطور این 6000 سال این دنیا مقدمه واسه شبات، علام حبا یوم شکلو شبات رو مخیر لالامین، این ها همش چیزهایی که میتونه تقویت بکنه امونای ما را. و میریز سر هشتمیش. So the last but not the least از این چیزهایی که به صلاح تفکراتی که میتونه ایمان ما را قوی بکنه، The title is The Miracle of the Jewish People، معجزه اصلا بقای قوم یهوده. که این یه چیزی که آدم وقتی روی این جدن مدیتیت بکنه، روش فکر بکنه، تفکر بکنه، این چیزی که آدم اموناش و بقادش برو خود قوی بکنه. میگن یکی از فلاسفه بوده که قیصر فکر کنم اشتراتشش بوده، کانتش رو برکنم، شاید ایمانوال کانت بوده، I'm not, I don't remember the name. یه میاد و این به اصطلاح پادشاه اتریش میاد اینا احضارش میکنه به دربارش، میگه که من میخوام تو یک جمله برای من ثابت بکنی که خدایی وجود داره. این هم ازش اینم یه مولتی میخواد بشه، میگه که دارم یه جمله. میگه چی؟ میگه The Jewish Nation. یه اینه میگه اصلا که قوم یهود هنوز وجود داره. میگه This is the biggest proof that there is God، که خداوند وجود داره. و اینجا خیلی قشنگ I'm gonna take a few minutes اینا روش با هم دیگه مرور کنیم. میفهمید For centuries many have observed an increasingly unique phenomenon، یعنی یک چیزی هست که یک پدیده خیلی اصلا استثنائیه. Most great and influential powers، اینه داره کوت میکنه از مارک توین، such as میگه ببین که تو دنیا قدرت های ابرقدرت زیاد بود، مثل مصر، مثل ایران، همه اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا روز فیلد پلنت ویت ساوند اند سپلندر، که اینا اومدن دنیا رو گرفتن با خیلی سر و صدا و چه میدونم زرق و برق، then faded and passed away، ولی همه شون کم کم چیز شدن، اصلا از بحث صحنه تاریخ رفتن کنار. The Greeks and the Romans followed، اول یونانی ها بودن، رومی ها بودن، هر کدوم از اینها made their impact and they're gone، یک تأثیر رو دنیا گذاشتن و بعد از عرصه تاریخ دور شد. Others have held their torch high for a time، همینطور هم کالچرهای دیگه اومدن یک مدت زمانی مشعلشون رو بلند نگه داشتن، but it burned out، بعد مشعل خاموش شد، and they are no longer of import، هیچ اهمیتی توی تاریخ دنیا ندارن. The Jew، از مثلا یونان ادن دیگه اصلا چیز مسخره همه دنیا شده این اواخر. The Jew has seen them all، یعنی کلمات مارک توین دیگه، اسرائیل ها has seen them all، همه این رو دیدن، همه این فرهنگ ها ابرقدرت ها رو دیدن، beat them all and is now what he always was، میگه تنها میگه ولی یهودی ها قوم یهود هیچ وقت ببینیم انرژی خودش ها از دست نداده، همینطور محکم همون و طبیل قوی تر و قوی تر هم میشه. میگه ببین all things are mortal but the Jew، میگه همه چی تو دنیا موقتیه به جز یهودی ها. All other forces pass but he remains. Many have wondered what is the secret of his immortality. Right? تو مفته بودم گفتم میگم یه کی میاد از آلبرت اینستین، یکی از اینشتین، یکی از این خبرنگارا باش مصاحبه میکنه، میگه تو چه تاریخ با کی میخوای ملاقات کنی؟ میگه با موزس. Right? میگه با موشه میخوام ببینم چجوری، what's the secret، چجوری اسرائیل را، ولی این the secret is obviously the Torah. Right? So میفهمیان که The secret is Hashem's promise to Avram to Torah قدوش برخو و Avram آبینو قول میده، میگه ببین and I will make of you a great nation، خداوند به Avram قول داد من از بچه تو یک قوم عظیمی میسازم. I will not، نه عظیم از نظر تعداد، تو خود Torah صریحاً میگه، خداوند میگه لومی روم خیلی کلا عمیم، این موضوع کیفیت کمیت نیست، و خداوندش میگه که ببین هر جایی که میگه بچهای تو به همه دنیا برخا میارن، یعنی هر جایی سر رفتن برخا بودن. وقتی که سر از اسپانیا دور کردن، میدونیم ترکیه کشتی فرستاد گفت بیاییم شما، و ما میدونیم هر جا شما باشین برخا میاریم. Right. So to anyone who ponders the Jewish people's experience, the realization of this promise throughout history is clear proof
of Hashem's divine kindness. آدم اینه اینجوری آدم میبینه که جدن این آدم میبینه اصلا به خداوند اعتماد ببینه این it's a miracle. چجوری اسرائیل ها تو سخت‌ترین شرایط سخت‌ترین گالیوت تونستن نه تنها سروایو بکنن میگن تنها چیزی که میشه به اسرائیل مقایسه کرد شاید کولیا باشن ببینید کولیا هم خیلی وجود دشمنشون بودن کشور نداشتن این نداشتن ببینید اونا چه کانتریبیوشنی به هیومانیتی کردن اسرائیل ها چقدر اسرائیل ها میدونید اسرائیل ها از 0.5% چه دنیا هم کمتر هستن میکنم like a quarter of a percent ولی چقدر 27% کسایی که جایزه نوبل گرفتن اسرائیل 27% حداقل این آدم خود آمریکا نگاه بکنید right all over ببین در این زینه آقا گوش برو خوب به ابرام گفته بود که به نیفر خوب بخوا توسط بچه های تو اصلا تمام humanity همه انسان همه بش... نوع بشر برخواه خواهد شد اتفاق میگن خسکل لیونستن همیشه کوت میکرده که از رب یعقوب امدن رب یعقوب امدن تو سیدورش میمیسه که One who thinks about the fact that we the Jewish people are standing in exile میگه این که اسرائیل ها تونستن تو سخت‌ترین گالویوت مثل یک برراهی معصوم بین به اصطلاح گله های گرگ سروایو بکنن میگه که ببین This is right that among nations who prosecute us and cause us trouble recognizes that the great wonder that we have survived since the destruction of the Holy Temple میگه که ما تونستیم الان 2000 سال ما تو گالویوت هستیم به تبقیش دوم الان به تبقیش دوم هم میدونیم قابل مقایسه به تبقیش اول نبود باید. ولی 2000 سال یعنی چطور به تماشای دوم هم دست نشانده بود و مثلا قدرت هم داشته ولی میفرمایند راب امدن میگه که this miracle میگه این معجزه بقای قوم یهود is greater than all miracles and wonders that Hashem performed in Egypt میگه از تمام قریعت یمسوف همه معجزه که Hashem تو مصر واسه ما کرد بالاتر right. So each episode of Jewish history features dramatic tales of divine intervention اگه نگاه بکنیم تو تاریخ یهود جدن آدم از اصلا چجوری معجزه آسا آقا بهش برخو میدونین از مثل تو میدراش میگه تو میدراش میگه که این که میدونین کوهنیم وقتی میرن بالای دوخان انگوشتشون رو باز میکنن میدونین به یک طریقه به خصوص انگوشتشون رو باز میکنن میگه چرا این کاری میکنن میگه ببین اینجا یه پاسخ هست تو شیر شیرین که میگه که آقا بهش برخو متسیتس می نخرکی یا آقایش برو خود داره مواظب ماست از بین ترک ها مثل یک پدری که بچهش داره بیرون تو خیابونه از یه ترکی تو دیوار مواظب میشه خودش یعنی پنهان میکنه خودش رو پنهان میکنه ولی مواظب بچهش اگه همینطور هم در طول تاریخ اینجوری بوده آقایش برو خود باید خودش هم از ما پنهان بکنه اگه نه ما فری چویس نداریم بعد دیگه فعال مختار نیستیم هشم خودش برو خود اولام نعلام باید وجود خودش رو تو دنیا رایت پوشیده نگه داره ولی همینطور از ورای این ترک ها که یه خود مثل انگشتای کهنیم مثل که داره مواظب ماست رسیدت تاریخ معاصر رو نگاه بکنی اصلا همین جنگ جهانی دوم جنگ شش روزه الان دارن چیز میکنن من این مقاله میخوندم که چطور قبل از که اسرائیل ها ششم جوان چیز بکنن پنجم جوان بود که بود وقتی حمله کردن به مصر اصلا ایت واز اینا مصری ها میخواستن دو هفته قبلش تلاویو همه جا رو بمبارون بکنن اینا شب مس میکنن چیز میکنن the miss the thing و اصلا چجوری اصلا تو جنگ شش روزه تمام اونم بهش پارک لومی تو رامتگن هست پارک خیلی بزرگه تمام اونجا رو دولت اسرائیل دزینی کرده مثل قبرستون اونجا بیشتر از 16-17 هزار به سبب چیز کرده بودن واسه قبر گفتن اینقدر کشته خواهند داشت حداقل تو شهرهای دیگه اصلا میرکل زمان تو چه معجزه هایی کرد که چطور 700 براخو از بین رفتن ولی اینه خودش مفته حداقل 16-17 هزار تا چیز کرد اصلا چجوری عوضش برو اینو بعد شب اونم مست بکنن خلبانه مصری و چیز نکنن برماشون به هم بخوره آن هشم چی کار میکنه؟ هشم پنهانه ولی he's watching over us جنگ جهانی دوم دیر سو میرک ببینین این که اینو این خسکل لیوینستن میگه که میگه اصلا نگاه کن چجوری ببینین اینو درست
تو بحبوبه جنگ جهانی دوم یک یشیوهای بزرگ بزرگترین یشیوهای دنیا تو شهر میر بود تو اروپای شرقی. اینا معجزه آسا چجوری میرن ویلنا، خداوند ویلنا رو قبلش طور میکنه که از اونم دست روسیه هنوز نیفتاده، این آزادی داشتن. اصلا این چیه سیاسی آدم نگاه بکنه چجوری هاشم داره برنامه ریزی میکنه و چیکار بکنن که اینا بیان و اینجا میان، اینا از یشیوه میرن اونجا، از اونجا میرن ژاپن، از ژاپن میرن شانگهای، میرن چین، همه جنگ اونجا بودن. بعد از جنگ از همین گروه همه جای دنیا میرن یشیوه میسازن، تولاد و مکتبه رایت فلوریش میکنه و قنچه میکنه. امیزینگ. نگاه کنید تو ایران، تو ایران خودم، ایران ببینیم قبل از انقلاب تو تهران حداقل میگن 10 بره خانواده شما شبات هم بود. ببین هوادوش برو خوب میدونست که قراره تو ایران انقلاب بشه. چند سال قبل از انقلاب این روششیوهای ما رو یکی از رؤسای شیوهای ما سال 75 رفته بود ایران، 5 سال قبل از انقلاب رفته بود اونجا، تصمیم گرفته بود یه گروهی از ایران بیاره تو آمریکا. همه آمریکا مثلا همون چیز بود، بیان اینجا دانشگاه برن، یشیوا برن، برگردن ایران و اونجا تورا چیز بکنن، منتشر بکنن. برای چی شد؟ همین گروه الان اکثر راوایی که ایرانی که نگاه بکنید چه تو لس آنجلس، نیویورک، همه از اونجا، از همون یشیوا هستن. حواسش رو خوب ببینید چجوری داره برنامه‌ریزی میکنه. مثلا ایتس امیزینگ. و اینا همه‌ش رو هم نگاه میکنه مرتب و یو سی که اینا همه‌ش رو فقط نگاه کردن به تاریخ یهود، یو کود سی رایت. تو تورا میگه که میگه حواسش رو خوب به موشه اینو گفت نگد امخا اسن فلاوت، میگه هاشم موشه ربانو گفت من برای تو، برای قوم اسرائیل چه عجایبی خواهم کرد. این بعد از که تورا رو بهشون داد سلمبان میفرماید که رایت هاو this promise can be fulfilled when there will never be wonders greater than those Hashem promised. Hashem گفته بود که چیز بالاتر از مصر نخواهد داشت. جواب میده میگه we can explain that the wonders refer to the continuation of the Jewish people. یه وقت خداوند میگه اسن فلاوت معجزه خواهم کرد، چه معجزه ایه؟ همین که داریم میبینیم که چطور ما تو سخت ترین گالیوت همینطور میدونیم سروایو کردیم و هنوز پرچم تورا در اهتزاز. بیشتر از 200 سال پیش، I'm going to finish with this, but approximately 200 years ago when Reb Chaim of Volozhin was laying the cornerstone for his prominent yeshiva in Volozhin. تو شهر ولوژین اولین یشیوای بزرگی که ما تو قرن معاصر، به اصطلاح تو این قرون معاصر داشتیم، تو ولوژین، تو شهر ولوژین بود. رب خیمی ولوژین هم تلمید گاون ویلنا بود که این اومد بزرگترین یشیوه رو وقتا ساخت. وقتی داشتن یشیوه رو به اصطلاح سنگ بناش رو میذاشتن، he said اینجوری گفت، ببینید گوش کنید، it's amazing. گفت he called attention to the potential sanctuary for Torah that lay across the ocean. اون وقت بیشتر از 200 سال پیش رب خیمی ولوژین که داره نبوت میکنه میگه که this haven for Jewry would be the last stop in their exile. تازه اسرائیل شروع کرده بودن، ببین درست اینم بازی هشتاخای امبیلیبل. 1492 وقتی اسرائیل از اسپانیا بیرون کردن، آمریکا کشف شد و آمریکا شد مأوای اسرائیل دنیا. 1492 این تا یعنی کشف بود. اون وقت بود که مالکی بود، کریستوف کلمب اومد آمریکا رو کشف کرد. استقلال آمریکا 1776 بود ولی آمریکا کشف شد اون وقت. و از اون وقت اوردی اسرائیل شروع کردن بیان آمریکا. یعنی تو آمریکا تو چیز اینا کلیسا یه چیز هست، تورو که اسم کالج گذاشتن روش. این اولین کلیسایی بود که اسرائیل تو آمریکا ساختن، تقریبا قبل از چقدر میشه 200-300 سال پیش. منحتن؟ نه تو نورث کارولینا اونجا جای دیگه است. آقای مهیلا، این کتابی که پدرتون ترجمه کردن نوشته این که آمریکا رو یه تلمید آقام کش کرد وقتی که بیرونشون کردن از اسمانه نقشه شون کشید. ببینید زوهر اقادوش رجوع با آمریکا صحبت میکنه، این کتاب آمبولیار نوشته. زوهر اقادوش میگه که بدونی همینجوری که ما الان این طرف کره زمین هستیم، اون طرف کره زمین هم اونجا آدم هست،
وقتی اینجا شب اونجا روزه. اسم آمریکا رو نمیاره ولی زهر عبادوش در 2000 سال پیش نوشته شده. Anyway, listen to this. رب خیم والوژین بیشتر از 200 سال پیش میگه که بدون The Torah is destined to wander further to the wilds of America. میگه من به شما قول میدم که تورا از اروپا به آمریکا خواهد رفت قبل از که مشیخ بیاد و میگه که بدونید این آخرین ایستگاه ایستگاه خواهد. رب خیم والوژین میگه که ببینید چطور تو فیلم ما میخونیم میگه خداوند میگه ما را قابل سن و اربع کفوت آرت، یعنی خداوند ما را از چهار گوشه دنیا جمع خواهد کرد و بعد نوشته و هولیخن و مهراغ و میوت لرسن و بعد ما رو ببره ارت اسرائیل. مهرا حالا اینجا گان ویلا گفته اینا گفته ببینین قبل از ایسرائیل برن اسرائیل یه جای دیگه دنیا جمع میشن. اینجوری ببینید کلمات ببینید گفته چی؟ خداوند ما رو جمع بکن از همه چهار گوشه دنیا و هولیخن و مهرا و بعد ما رو ببره و ببره. گان میگه که بمهرا رایت گان میگه که میگه قبل میگه این آمریکاست. میگه قبل از اون که مشیخ بیاد اسرائیل دنیا حالا نگاه بکنین همین توپیکو نگاه بکنین از کلیسای درست اول مثلا لاسینگا و پیکو یو هاف کلیسای یمنیه رو دارین و کلیسای ایرانی که باروخ قربونش برم دیگه پر باروخشه. خاصیدا داریم، اشکنازی داریم، این داریم، اون داریم، اول کیبوتس کالیوت همه جور از همین فرانسوی ها کلیسا دارن. سو اینا به عزت باشه ولی اینو گفته بودن که this is گفته بودن که این this is the last galut و تو وقتی که مردم یه نفر میرفت آمریکا مثلا شیوا میشستن کسی که میرفت آمریکا میگن تموم شد رفت اونجا دیگه اصلا تورا نیست یهودیت نیست میره اونجا گویی میشه. سو میگن که چی؟ سو میفرماین که گفته بودن خان والوژین I promise you the Torah is destined to wander further to the wilds of America that before Moshiach Tzidken arrives. The vast Torah world that has flourished in America is but one more dramatic chapter in a miraculous saga of the Jewish people. اگه نگاه بکنیم جدن همین چیزی که ما الان 50 سال اخیر تو آمریکا آدم نگاه بکنه you see اصلا it's amazing چطور این نبوت ها میدیم اجرا شده. In little more than half a century, after near total devastation, in the battle of Holocaust, if you can, that's it. Right? Because yes, and فردای وجود نداره مثل دشمن اسرائیل. We can witness with our own eyes a rebirth that defies all odds and expectations. یک سرک تولد جدید که اصلا nobody expected it. اصلا این برین لیکود نیو جرسی. لیکود نیو جرسی که الان بیشتر از 5000 خانواده کپلای جوان دارن جو تورا بخونن ازدواج کرده اصلا یه گوه دیگه الان فکر کنید بهش یه گوه چون گوه تو ویزیت یه جای دیگه الان انقدر یه شیوا تو همه جای آمریکا چود شده همین بیشتر دویست بیشتر از 200 سال پیش گفته بودن فقط میگن میگن رابط خانن واسرمن زدسل این درست در حین جنگ جهانی و دولت آمریکا پول جمع کنه زیر شیوا. It's a famous story. اومده بود اینجا هر کارش میکنن میگن بر نگرد. میگن ببین این نازی ها اومده اونجا رو گفتن من نمیتونم این بچه هایی شوز بچه های من هستن. من چیزی میتونم من تو آمریکا اینجا خودم من چیز بکنم اینا اونجا باشن I have to be with them. میره اونجا و متاسفانه وقتی تو شهرش وارد میشن اولین چیز که بخوزن یه شوایی رو از بین میبرن که وقت تیربارون کردن اوائل میدونیم که از چیزن وقتی از اینا یک کس که سروایو کرده تعریف کرد گفته ما رو که داشتن می‌بردن رابل خانن واسرمن به ما گفت ببینید ماها مثل یک اولا ما داریم قربانی میشیم واسه اسرائیل آمریکا. گفته بود کوانا ببرن این که حقابش بکن من تو آمریکا بودم گفت اونجا تورا نیست کوانا ببرن این که ما قربانی ما به درگاه هاشم قبول بشه و تو آمریکا اسرائیل بعد شما بشن و نگاه کنین you could see الان نگاه کنین هاشم's hand is there apparent as daylight to anyone who wishes to see it. بنابراین این چیز هشتمیشه. آدم میخواد اموناش رو میخواد قوی بکنه. هشت استراتژی گفتیم ولی این آخریش is very powerful. مثلا نگاه بکنه که چجوری جدن. چجوری عقدوش برخو هم توی عرض شد. متیتس مین هخرکیم عقدوش برخو. درسته که خودش رو پنهان کرده. اینا مثل پدری که پشت دیواره و داره از ترک ها
موضوع بچه‌هاش هست. وقتی می‌بینی که خطری چیزی باشه، عقبش برو خوب برنامه رو طوری می‌ریزه که به این قولی که هاشم داده، از هاشم گفته همونطوری که دنیا هیچ وقت بدون شبنم نمیتونه باشه، بدون اسلام نمیتونه باشه. اسلام را هیچ کس یاله می‌خواد هزار جور خطاشون بکشن، همه اینا از بین میرن، ولی قوم اسرائیل چیزی که جاودانه بسخوت فراتر نقدشان. anyway hopefully این چیزی که کرد صحبت که کردیم انشاءالله حداقل امونای ما رو یه خورده خفه بکنه. زیادش we all need امونای چیزی که میدونین constantly مرتب آدم باید تقویتش به همجور گفتیم تمام 613 فرمان توی این میتسوای اموناز که خلاصه میشه از آمن گفتن، از برخا گفتن، از که جدن ورد زبون میشه مرتب این میرسه هشم، باروخ هشم، شکر گذار بودن شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. این هم باید این هم باید ورد زبونش باشه constantly که به عزرت هشم اینجوری امونا وقتی امونا آدم داشته باشه سیبخا هم داره همونش که تو تیلی ما خوندیم باید که با اسمخ نیبینو که به شم قدشو با تخن امونا و بیتاخون It's the same thing. و وقتی که آدم به ازرادشون اموناش قوی باشه تو زندگیش هم سیمخا داره، شادی حقیقی داره که چطور بتونه جدن بتونه با این مشکلات زندگی که everybody has it. هیچ کسی آدمی نیست که این آدم به لای سوری آدمی نیست که سختی نداشته باشه. دیشب بخوردیم تو جریان گلگول راجبش صحبت میکردیم، ولی we have to realize هر کدوم از ما مرتب گفتیم شد بارها گفتیم خخامه میفهمن که انسان میاد تو این دنیا مقبالی میگن خیم ربوش خیم لوسات رو تو درخشن میگه جای دیگه اومده اومدیم تو این دنیا برای سه تا هدف تورا و میتسوت میتسوهی هشم رو انجام دادن میدوت رو خسارمون کار کردن و سوم تو ویدستند نیسیونوت آزمایشات زندگی انسان میاد تو این دنیا که مرتب هر کسی تو زندگیش عقابش برکو برایش یک میکس متفاوتی از اردیلز از آزمایشات مختلف میزنه. دیشب راجع به این صحبت کردیم دوستان خیلی بعضی از اینجا بودن گفتیم چطور ابراهام یتسام یا عوام بودن گیلگول آدماریشون بودن که چطور هر کدوم از اینها یک جنبه دیگه ای از خطای آدماریشون را اینا تقون کردن. گفتیم ابراهیم چیز امونا بود، آدم هایشون امونا نداشت. اگه امونا میداشت هیچ وقت از این درخته نمیخورد. باید فکر میکرد که بیتو باشه رقابت میکنه. ابراهیم رو این جنبه آدم هایشون تقون کرد. هی مرتب خداوند اموناشا تست کرد. اینا افت خودش انداخت تو کوره آتش برای دفاع از ایمانش. همه امتحانه که ازش بیاد بچه تو قربانی کن، این کن، همش تو چون امونا بود. و باید بدونیم که هر کدوم از ما بلا استثنا مرتب تو بوتهای آزمایش قرار میگیریم. باید بدونیم بله دیشب باید بدونیم روش کرد نه بریم کانالاشان هست من دیدم ضبط شد مفصله It's beautiful right. ببینین اتفاقا ادامه داره این هفته هراف الی منصور خواهد سه شنبه شد ولی سه شبهای دیگه همین گیلگول ادامه میدیم بذارتشم تا برخواه شد سو ایسی منظور اینه که شلوم عملخ میگه آدم مرتب تو زندگی باید بدونیم هر حالت که توش هستیم امتحان آرامش امتحانه، انقلاب و انگزایتی امتحانه. ثروت، آدم وقتی وضع مالیش خوبه امتحان داره که بتونه بگه سخت‌تره. تا وقتی آدم خدا نکرده عکسش اونم امتحانه. Everything is نیسایون. This is you know. آدم وقتی که دونه با امونا میدونین تو این امتحانات میدونین پیروز میشه و ایمانش رو حفظ میکنه مثل پرچم نیسایون از نس میاد. به اهتزاز میره بالاتر و بالاتر تو روحانیت. و تو زندگیش هم انشاءالله سیمخا شادی که از اون امونا مشتق میشه خواهد داشت. فاین برگردیم سر تهیلیم عین گیمل 73 پاسوق واو راجبه این صحبت کردیم که یکی از جدن بزرگترین میسیونوت بزرگترین امتحاناتی که ما تو زندگی داریم اینه که ما انقدر حرف از خوب بودن و با امونه زندگی کردن صحبت میکنیم ولی وقتی نگاه میکنیم به اطراف
میبینیم انقدر آدمای رشا، انقدر آدمای ظالم موفق و پیروز دارن زنده زنده راه میرن و هیچ برای هم سرشون نمیاد. این که نه تفیلای میخونه، نه شباتی، نه کشفیتی، nothing. And he has it so good. He can't be better than this. Right. گفتیم this is one of the biggest challenges. یه وقت از امتحان میزنیم، یکی از امتحانات میدونین spiritual آدم اینه که خودشو مقایسه میکنه به اطراف. و داوود الملک خجبه صحبت میکنه اینجا توی مزمور. و البته the bottom line بهتون گفتم، داوود الملک میگه بدون هر موفقیتی، هر پیروزی از یک جایی یک زخوتی بوده، چی بدون زخوت نمیشه. و متاسفانه باید گفت که اشخاصی هستن که دارن گوشت خودشون رو میخورن. عیناً اینا کسی که کسی داره گوشت خودش رو میخوره، یعنی داره یک ذره زخوت که داشته همینجا تو این دنیا به اینا رو نقد میکنه and that's it. و بعدش تمامی و یه علامه‌ای نداره. داوود الملک میفرماید پاسخ ششم، لخن انا قطمو گعوا یعطف شید خماسلا. میگه ببین اینجور اشخاص وقتی میبینی که اینا به عمل انوش اینم و اینا اصلا دردها و فشارهای کسی دیگه رو ندارن، نه فشارهای مالی، نه فشارهای روانی، نه فشارهای نمیدونم خدا نه یه مریضی، beautiful, everything it goes اینا بفرو آخرش راییم که ما اسه. میبینی چجوری آدم های راشا دیار بلاسمی قنچه میکنن، عالی، بیوتیفول. میگه ببین لخن انا قطمو گعوا، میگه اینجور اشخاص کسی میدین امونا به هشم نداره و میبینی که پیروز و موفقه چیکار میکنه؟ گعوا بهش دست میده، غرور. انا قطمو گعوا یعنی چی؟ اناق به عبری میشه گردنبند، مثل که گردنبند گعوا آمده احاتش کرده. لخن انا قطمو گعوا یعطف شید خماس لام. و چکار میکنن؟ یه رپت لعطف مثل لیتعطف به تیتیت راید میتعطفین، یعنی رپ میشن، پوشیده میشن. چی؟ به عدی خماس با تزئینات ظلم. یعنی این آدمه رو میبینی اصلا نه صداقای میده، آدم دزد میره اونم تو بیزنسش هم آنستی نداره، اینتگریتی نداره، سر همه هم کلا میذاره. and it's living the best life. موفقی که از اون موفقی بالاتر وجود نداره. و چیکار میکنه اینها؟ لخن انا قطمو یعوا یعطف شیتا. اینجا ترجمه میکنم میگم میفید لباس خماس میشه ظلم، یعنی ظلمایی که میکنه طرف میبینی ولی با وجود این خیلی موفق سالم از هر جز نگاه بکنیم is doing very well. یادسا مخلو اینمو، از بس خیلی میشه پی چربی. این آدمی که کسی مثلا از نیم دیگه اینقدر فرد و چاق است اصلا چشماش داره صدقه میاد بیرون. این آدم های فقیر و گرسنه میدونیم چشمه مثل سینکس این، اصلا چشمه تو حدقه فرو رفته. اینا برعکس. یادسا مخلو اینمو، از زیادی نمیدونم چربی و پی مثل که چشماشون دارن it's bulging, it's coming up. آورو مسکیوت لوا. داوود الملک خیلی شاعرانه میگه که ببین اینها موفقیتاشون از تمام انتظارات قلبیشون هم بیشتره. آورو means to pass و مسکیوت لوا is like expectations، یعنی اصلا خودشون باور نمی کنن که how successful they are. And, you know, ولی چیکار میکنن؟ به جای اینکه میدونین دولا بشن، به جای اینکه they should realize که اینا همش it's coming from somewhere و جدن اینو دارن گوشت خودشون را دارن میخورن. اینه این مماش this is it. هر چیزی داره، هر موفقیتی comes with a price tag is they are paying from somewhere. و اینجا چیزی که دارن علام هباشون دارن اینجا چهار تا کار خوب زندگیشون کردن. سو از اونجایی که همونجایی با چند دفعه نشون دادیم که عشق تو تورا صریحا میگه مشلم ال سنعاو ال پاناو له عویدو، که عوضش برو خوب به اون کسایی که دشمنشونه، کسی که میدین علام هبا نمیخواد بهشون بده، ولی خداوند مجبوره. خداوند گفته که من مزد هیچ احدی زمین نمیذارم. بعد این قول عوضش برو خوبه. بنابراین چون طرف چهار تا کارو خوب کرده، عوضش برو خوب باید مزدش رو بهش بده.
و اگر این مزد رو تو دنیای ابدی بهش نمیده به چون طرف علماء با نداره he doesn't deserve علماء با باید همینجا هشم بهش باید بده. بنابراین اینها موفقیت هاشون یادسر نخلف اینمو right. گفتیم چی؟ مثل که their eyes are bulging out از به صدا از فربه بودن اینها و از به صدا خوشیشون و اینها of root مسکیوت لواو و اینها دی پس یعنی اینو گذروندن حتی از بیشتر از مسکیوت لواو یعنی به سلام چیزهای قلبیش آرزوهای قلبیشون فکر میکردن برن اینجا اینوست میکنن اینقدر پول در میارن ده برابر در میارن more than they ever dreamt to be successful و چیکار میکنن یا میگو ویدبرو برا چیکار میکنن شروع میکنن تحقیر کردن یا میگو میشه لامیق ببینی میشه خیلی خیلی الفاظ میره پوئتیک و خیلی شاعرانه است اینجا که دفتران خیلی سفرده میکنه یا میگو یعنی چی کار میکنن یعنی چی میکنن پودان میکنن کوچیک میکنن آدم های سر میخوان چی کیره اولانی این حرفا رو بذار کنار این مسخره بازی یا چی مذهبی شدی و فلان و این هم این همش حرفه هرچی از همینجاست بیا من تعارف میخورم مغزم هم سوراخ نشه هیچی هم نشه حرفا چیه right this is it یا میگو یعنی یا میگو بشه to melt ویدبرو برا میان بقیه رو بخواهن پودان بکنن چیزشون بکنن توجیه کردن بله توجیه کردن میشه میکنن نه نه ولی این چیز نیست نه ولی این ترجمه کردن ولی اینجا اینجا از منشون یا میگو یا میگو آب شدنه ملت شدنه پودان کردنه کوچیک کردنه ویدبرو برا عشق میمارو میدبرو که اینا میدین بر از یک طرف آدم های صدیقا پودان میکنن میخوان ملتشون بکنن آبشون بکنن و از اون طرف عشق میمارم کفر میگن نسبت به عشق خواست میخواد this is متاسفانه I'm sure if you think about it you know people like that و چیکار میکنن که اینها میفرماین که میدراش میفرماید تو میدراش میگه رو همین پاسخه خداوند هر به نفت لهم به اینها تو انقدر موفقیت میدی یوتر میمرشن و بکشیم right بیشتر از چیزی هستن اصلا خواب شدیدن ولی اینا چیکار میکنن به جای اینکه تشکر بکنن و دلا بشن و از هشم آدم هرچه بامش بیش برفش بیش به همون نسبت بیشتر به برخوش بردون این احساس حکارت خود بشن برعکس و از کموخن این لهم داگوت و میفرماین که اینها چیکار میکنن که دن وری هم ندارن نگرانی ندارن اضطراب ندارن so they are doing very well ولی چیکار میکنن کل دیبورا هم که صد یا میکوبی یا میسو بنی آدم میخوان چیکار بکنن میمارا بیدبرو دیبورا هم به سوراز و رایت میتوخ روم و میگم این طریق صحبت از کجا میاد که نسبت به خدا و نسبت به علمای صدیق و نسبت به آفریدگار میدون این چیز بکنن اینجوری حرف بزنن با کفر و با تکفیر چی میمارم میمارم هم میگن از رو گهباشون گعوا غرور کخی و عدس میادی اصول و خیل ازه تو تورا میگه بعدم اینو موفقیت خیلی خطر میگه موفقیت بزرگترین خطرش این بدمش گعوا دست میگه بهتون ارز کردم تو خوبه تر بابوت میگه یک پهلوانی رفته بود جنگ تو جنگ پیروز شده چقدر مدال و اینا بهش داده بودن داشت رژم اومد تو شهر بعدم فیلسوف شهر اومد به استقبالش بهش خوش آمد گفتم گفت پهلوان از جنگ کوچیک موفق برگشتی حالا جنگ بزرگ منتظره دید چه جنگی؟ یک جنگ غرور بگه اون جنگ کوچیک بود اون جنگی که اونجا رفتی چیز کردی that was a small one میگه الان جنگ بزرگ تازه پهلوان چی؟ غرور آه کخی آدم کخی و عدسه میادی من بودم من کردم من منمه it's the biggest enemy هم بودن این کسایی که میدین الان متاسفانه خیلی خیلی دیاریم big financial troubles اگه از رو پرسیم ما چرا اینجوری شدیم؟ گفت گم not to be named I was talking to somebody what cause اینا؟ گفت گم بعدم فکر میکنه that's it فکر میکنه که اینا هر چقدر بدین میگن هر چقدر بدن مشون بهش بیشتر موفقیت میگن بیشتر باید مصار بخون بعد بیشتر این چیزای اخلاقی تزکیه نفس بکنه که گهوا بهش دست نده بدونه که واسه همین بی خودی نیست که
تو سیدور بین ما اسر زخیروت ده تا چیز هست که ما رایت که هر روز بعد از تفیله، یعنی ده تا مورد تو تنخ هست که عبودش برخون میفرماید که باید یادت باشه. اینا رو قبلا هم رجوع بهش صحبت کردیم، اسر زخیروت که هر روز گفته میشه بعد از آلوم شبه خیلی نگاه بکنیم تو همه سیدورا هست. اینا یعنی ده موردی که خداوند میگه اینا را هر روز یادت باشه. یتیت میتسرایم، شبات، مان، معصه امالق، محمد هر سینای راید آنن آنن آن. و بعدش نهمیش چیه؟ وزاخر تا اتشم الوکخ، خداوند خالق تو به یاد داشته باش. کیهو هر نوتن لخا کو اخل اصد خواهیم، خداونده که به تو عقل داده که تو موفق شدی. Don't take credit. ما نیستیم. موفقیت شکست دست ما نیست. ما اینجا we are here just to try our best. فقط سعی و کوشش. بادمونن دست عقلش برو خود. و انقدر ببینین این دشمنی گواه انقدر خطرناکی که هر روز اتفاید تو همون تو چیز انگلیس همونجا میگه. میگه ببین وقتی تو تورا میگه این پاسوق توراست. تورا میفرماید وزاخر تا تشم لوکخا جون و تنخ کو اخلا اصول خواهی، که خداوندی که به تو نیرو میده که موفق بشی. اونجا تو انگلوس میگه که خداوند اینو طرف فکر میکنه که دیرم دفعه داشته دیرم دوش آبسر میگه، یه دفعه یه فکر بکر اومد تو کلش، برم تو این بیزنسه، برم این کاری کنم، برم اینو وارد کنم، اینو فلان کنم، رایت فکر بنا آیه فکر از کجا اومد تو کلت؟ فکر خودم بوده، از کجا اومد تو کلت؟ بعد کجا داری دوش میگیری؟ همه دارم دوش بگیرن. این کله رو کی میذاره تو کله؟ دقا دوش برو خود میذاره. آدم فکر کنه من کردم. انقدر ببینید این خطره مهیب و جدن ترسناکی که هر شب میگه هر روز اینو بگو. هر روز یادت باشه. فقط گفتنه نیست. You have to meditate on this. باید این اصلا جزء ماهیت انسان بشه. لذاخر تا اتشم لکخا. کیهو خداونده که بهتون میده. جواب دست نده. اصلا you're doing. بنابراین این که ولی متاسفانه رشایمی که اینجا داوید امیل رو صحبت میکنه چکار میکنن؟ یا میگو ویده به رو به را اوشه میمارم یده به رو میفرشیم میگن مارم بالا چیه؟ اما گعواز به خاطر گعواز اینجوری حرف میزنن. شد تو بشامه این پیهم بولشونام تیهلخ با آرز میذارن به صدا دهانشون تو آسمان. رایت شد تو بشامه این پیهن اصلا فکر میکنن که میدونیم میگن چه چیزی کو کجا کی میبینه این همش حرفه کو چه خدایی خواست بخواد اینا نشونش بده کجا از این همش اینا فقط تو وجود خود این چیزه احساس رو وجدان خود تا اینا راحت میکنی برو بزن بکش هر کار کردی کو بعضی مثلا اینا اگه هشم تو هولوکاست کجا بود تو بعدی که دارم میشنم متاسفانه دادم بعض وقتا میدونیم تو بهشتیه مردم و هیچ کس آدم توی این چیزا قرار نده. و تو گفتم چند وقت پیش تفلک این دکتوری که اینجا بچه هر چیز شده بود من شب اونجا بودم همه مورد اونجا بودم یکی از فامیلاش اصلا چیزایی میرم این خودش تفلک خودش و خانمش اصلا unbelievable چه امنایی چه ایرد شمایی هشم نتن هشم لاغخ اصلا مردمش هم خیزوق میگرفتن ولی که از متاسفانه چی بود اصلا چیز اینا ببین ادین ها اینا سیسی آدم چه اینا حالا اینا رو هشم ببخشه اینا میدین از رو فشاری چیز میکنن و اینا بگذاریم ولی اینایی که اینجا تو تیریم صحبت میکنه اینا چی هستن اینا جدا از رو گهوه از رو غرور نه وقت تراژدی و اینا شب تو بشامه این پیه زبونشو میزنن تو آسمونه یعنی مثلا خاص و خاصن کف اولشونم تیهلخ با آرت و همینطور زبونشون چکار میکنن لاشونه را میگن و صدیقای آدم هایی که دیدن سعی میکنن که رضای هشم رو انجام دن اونم رو مسخره میکنن دان میکنن This is how it goes. You know, they are connected. اینا ایتما ماش دیر کنکتد این کسی که بدونین کسی که میاد چیز میکنه کسی که میاد میاد آدم های صدیقا تغییر میکنه بدونین که به هشم هم امونه نده کسی these are connected وقتی کسی رو میگه آدمی که جدن آدم های دم میبینه آدم های honest آدم های که جدن they are trying to do their best با امونه رو پودان میکنه در حقیقت داره هشم رو پودان میکنه these are connected شد تو بشامه این پیهم
ولشونام تیهلخ با آرتس. So this is unfortunately the reality. ولی همونجور گفتیم حالا باز داوود الملک چند تا پسوه دیگه هم اینا رو ادامه میده and then he comes with the remedy که چطور آدم نگذاره که این اینجور به صدا پدیده ها میدونین اموناشا امونایه را خدا نکرده به حقانیت به درستکاری به دهابش برخون خدا نکرده تضعیف نشه انشالله.